بسم الله الرحمن الرحیم. دانش آموزان صنف هفتم سلام علیکم، امیدوار هستم که همه شما در کنار خانواده هایتان جور و صحتمند بوده باشید و درس های قبلیتان را به خوبی و آسانی یاد گرفته باشید. سومین درس مضمون دینی خود را با موضوع خداشناسی آغاز میکنیم. درس امروز ما شما باز هم در رابطه با خداشناسی هست. درس قبلی ما شما هم خداشناسی بود که ما شما فهمیدیم و خواندیم. یکی از راه‌های خداشناسی راه درون و فطرت بود، یکی راه بیرون بود. امروز می‌خوانیم که یکی از راه‌های خداشناسی راه فطرت است. فطرت شاگردای عزیز چی معنا می‌دهد؟ فطرت به معنای طبیعت است. البته طبیعتی که در دوربر ما هست نه، فطرت به معنای ذات انسان، فطرت به معنای طبیعت انسان، فطرت به معنای خصلت و ذات و وجود انسان، این میگه فطرت. خب حالا کلیده های درس ما شما دو تا هست، یکی میل به بی‌نهایت، میل به بی‌نهایت، یکی دین فطری، یکی دین فطری. خب آغاز میکنیم درس خود را با تشریحاتی ای دوتا کلید. شما آماده هستین؟ بسیار آماده هستین؟ بسیار. میلی به بینهایت چه معنا میده شاگردای عزیز؟ میلی به بینهایت و این معنا که انسان ها در ذات خود، در وجود خود، در طبیعت خود یک میل و کشش به سمت قدرتی بی‌نهایت دارد. گویا انسان احساس میکنه که وجودم، روحم به یک قدرتی بسیار مافوق و متعالی وصل است. این انسان ذاتن و فطرتن در وجود خود داره. چرا داره؟ چون خداوند تبارک و تعالی این خصلت و این طبیعت را در وجود ما و شما قرار داده. میگه که در آغاز تولد هر انسان، چه مسلمان باشد چه غیر مسلمان، چه پدر و مادرش به خدا باور داشته باشد چه نداشته باشد، فطرت خداشناسی در وجود آن کودک فعال است. ولی بعدا زمانی که بزرگ میشه، در محیطی که بزرگ میشه فرق میکنه. اگر محیط اسلامی بود آن کودک با خالق خود آشنا میشه، اگر محیط غیر اسلامی بود ممکن است از خدا شناسی و شناخت خدا دور باقی بمانه و او فطرت در حالت پنهانی قرار بگیره. خب یکی از راه های شناخت خدا فطرت است، یعنی درون انسان، یعنی وجود انسان. وجود انسان خود به خود یک میل و یک کشش و یک جذبه به سمت خدا داره. اینه چطور احساس کنیم ما، چطور بفهمیم؟ اینه در کتاب شما مثال زده، شاگرد عزیز در کتاب شما مثال زده، بعدا میگه. این راه اول که میل به بینهایت، میل به قدرت مافوق طبیعی، میل به یک قدرت با عظمتر از وجود خود ما و شما همیشه داریم، یک کشش داریم ما و شما به سمت خداوند ذاتن و فطرتن، ذاتن همونطور کشش داریم. این یک دلیل. خب دلیل دوم، دین ما و شما هم فطری است. یعنی چی؟ یعنی این که همه انسان ها در ذات خود از آغاز تولد فطرتن خداجو است. یعنی فطرتن و ذاتن انسان خود به خود میل به خدا داره. این دلیل بوده میتوانه. یکی از دلایلی که انسان میتوانه به خدا نزدیک شود همی است. یکی از دلایلی که انسان ها میتوانه خدا را بشناسه همی است. همی که آدم از تولد خود فطرتن و ذاتن میل به خدا داره و میخواهی که خدای خود بشناسه و خود را متصل به خداوند و قدرت مافوق میداره، این حکایت از چی میکنه؟ حکایت از این میکنه که انسان خداوند این فطرت را، خداوند این فطرت را،
این خصلت را، این کشش را در وجود تو قرار داده و این که تو این فطرت و این ذات و این کشش را چگونه مدیریت میکنی و تا چی اندازه خدای خود میشناسی بستگی به خود ما داره، بستگی به خود ما و شما داره. خب حالا میگیم که چگونه اینو بفهمیم که واقعا وجود انسان کشش داره به سمت خدا. خداوند تبارک و تعالی اصلا سوال شما اگر پرسیده شود چرا کشش داره، در جواب گفته میتوانیم که خداوند تبارک و تعالی خودش در قرآن کریم میفرماید و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، یعنی از روح خود خداوند تبارک و تعالی میفرماید، از روح خود میگه در وجود انسان دمیدم و او زنده شد و برای فرشتگان دستور دادن که به آدم سجده کنید. چقدر عظمت داره انسان، روح خداوند در وجود ما و شما قرار داره، روح خداوند، و اینه که ما و شما چگونه این روح را که از خداوند در وجود ما هست با خدا متصل میسازیم و چگونه خدای خود عبادت میکنیم و چگونه خدای خود میشناسیم بستگی به ما و شما داره. شما فرض کنید، مثال قبلا هم گفتم، شما فرض کنید انسانی در کشتی سوار است، انسان در کشتی یا در قایق سوار است. فرض کنید شما ولایت بامیان رفته باشید، بندی امیر را دیده باشید، یا می قرقه در کابل رفته باشید، اینجا قایق داره، رفته باشید بالای همی دریاهای کوچک ایستاده، آبهای ایستاده که هست، سوار شده باشید در قایقهای کوچک، یک دفعه فرض کنید اگر انسان سوار شده بالای قایق، در وسط این بند رسیده، در وسط رسیده از حاشیه دور شده، یک دفعه متوجه میشه که قایق سوراخ شده و آب داخل قایق میآید، ببین اینجا نشان میده برای ما شما که آیا ما ذاتاً به سمت خدا در حرکت هستیم، آیا وجود ما به خداوند، روح ما به خداوند متصل هست یا نیست. فطرتاً ما شما به سمت خدا حرکت میکنیم، فطرتاً خداجو هستیم یا نه؟ بله. ببین یک دفعه میبینه که قایق سوراخ شده و آب داخل قایق میآید، همینجا دست و پا میزنه، کوشش میکنه که خود نجات بگیره، میبینه که نجات داده نتوانست، یک دفعه آب قایق را پر میسازه، نزدیک به غرق شدن است این فرد که یک دفعه زبانش به نام خدا به چرخش میفته، خدایا نجاتم بده، همون لحظه میگه، یک دم فریاد میزنه خدایا نجاتم بده، همون لحظه در بین آب نزدیک است غرق شود، یک دفعه میگه خدایا نجاتم بده. همی حرف در زبانی از آدم از کجا پیدا شد؟ انسان ها هم ملاحظه ای که میخواهد غرق شود، میخواهد خود را نجات بدهد، یک امیدی در وجود انسان پیدا میشه، خدای هست مرا کمک میکنه از این مشکل، خدای هست مرا نجات میده از این مشکل، قدرتی هست که مرا از این مشکل نجات میده. همینطور یک امید در دل انسان خود به خود پیدا میشه، یک دم وادار میکنه انسان بگه خدایا کمک. چی انسان باور به خدا داشته باشه، چی انسان باور به خدا نداشته باشه، فرق نمیکنه، چی انسان مسلمان باشه چی غیر مسلمان، در مشکل یک دفعه اگر انسان غیر مسلمان و انگلیسی زبان باشه، من گفتم که قبلا گفتم، یک دفعه میگه اوه مای گاد هلپ می، میگه خدایا مرا کمک کن، نجاتم بده من از مشکل. ببین انسانی که با خداوند باور داشته باشه این گونه، مخصوصا شاگردای عزیز انسان خوب در این شرایط کرونایی، همه به سمت خدا حرکت کرده، روزهای قبلی روزهای راحتی بعضی خدا را فراموش کرده بود، راحت چکر خود میزنه طرف به طرف، اما نماز خودم بسیار با عجله میخواند و خلاص، نماز خودم بسیار با عجله میخواند تمام، اصلا خبری از نام خدا، خبری از کمک خواستن از خدا، خبری از خدا نبود. اما امروز در شرایط کرونایی و سخت که بشر نتوانسته درمان کنه این مریض را، بشر نتوانسته دوای ضد این ویروس را پیدا کنه، همگی به سمت خدا. دیدیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم به مردم دستور داد که برین در کلیساها خدا را عبادت کنین، در کلیساها برین دعا کنین تا اینکه مشکل حل شود. همه به سمت خدا حرکت کرده، چرا اینطور است؟ به خاطر اینکه خداوند در ذات خود، در ذات ما و شما، در وجود ما و شما روح خود را دمیده و این روح خداوند ما و شما را به سمت خداوند در حالت کشش و جذبه قرار میده. همه ما و شما میلی به سمت خدا ذاتاً و فطرتاً از آغاز تولد داریم. پس این چطور ما رو به سمت خدا شناسی دعوت میکنه؟ میفهمونه که خداوند وجود داره، خداوند وجود داره و یکی از راه های خدا شناسی
این درس امروزی ما شما بود که یکی از راهی خداشناسی راه فطرت و درون است که از درون و فطرت انسان ها فطرتاً و ذاتاً میل به سمت خدایجویی و خداشناسی و دینگرایی دارند. امیدوار هستم که درس امروز خود را فهمیده باشید. کار خانگی شما دو تا هست، سه شماره ببخشید، یک شمارش حل سوالات، شماره دوم شی برداشت از درس یک صفحه و شماره سوم شی خلاقیت و فایده درس است. شاگردایی که شما در موجودانش رازهای موفقیت خوانده مفهمون که خلاقیت و فایده چی است و اگر این ویدیو را شاگردای خارج از مکتب گوش میدیم برایشان توصیه میکنم که خلاقیت و فایده درس به این معنی که شما از این درس چی پیامی، چی اندرزی و چی درس گرفتین، چی درس گرفتین، از این درس شما در زندگی چگونه میتوانید استفاده کنید، پیام این درس در زندگی شما چی است، این درس برای شما چی فایده داشت. نیم صفحه با خط زیبا و خوانا بنویسید. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.